بفهم. بس شما درد نکنید. حالا این فیلترها بهش دیگه خراب شده، من یه دونه نوشو میندازم. حالا بعد یه نگاهم بکنم. بعضی وقت میزنه به دیودراش، نایسر مانتالشو اسلش میکنه، دوپیت میشه. حالا اونو میبینم. بعدم کار دیگه. کارت ما باشه پیشتون، اگه مشکلی چیزی پیش اومد، زنگ بزنید، خودم میام درست میکنم. تو به نظرت ازدواج من دیر نشده؟ این دختره رو خوشبختش نکنم. کلن میام. من که ازدواج نکنم یکی دیگه دیرتر خوشبخت میشه. جامعه رو فساد میگیره. خودت هم میدونی من نگران خودم نیستم که، نگران جامعه هم. من چی کار داری میکنی؟ بازم داری این جنسه آشغال میدنسی؟ بابا اینا چه میفهمن چی کدومه چی کدوم نی؟ بابا جنس چینی نندازی. بابا داغونه، گناه دارم. شیش ماد یکی دیگه باید بیا تعمیر کنه. خودمون میام تعمیر میکنیم دیگه. آخه به درد نمیخوره که. زیر نزن میگه. ما تو فکر کن واسه دعاشت داری میندازی. تا اون موقع دخترانه گرفتم ایش. خونه مال خودمونه. دلت واسه کی میسوزه هیرج؟ یه مو از تن خرس بکنی غنیمت. بابا این کجاش خرسه؟ بابا این طاووسه. اینو که نمیگم که، باباشو میگم. این تمومه. بیا کشوهاشو بنداز. باشه. علی سعید کی؟ کی؟ باید بشنسم ای آقا، بگو سر کارم. آقا سعید، چاکرم آقا. آقا سعید بونگا. آقا بگو من سر کارم نوکرتم. ببین 25 مرداد موعد اجارته. خب زنگ زدم بگم دیگه خودت در جریان گرونی ها هستی دیگه. ابتهاج زنگ زدی میگه از ماه آینده اگه میخوای بمونی تو اون خونه ماهی 700 تومن باید بذاری روی اجاره. 700 تومن؟ شهدا؟ مستقیم. مستقیم؟ بیا بالا. تا بیمارستان دیگه. بیا بشین دیگه. جوندار ببنده داشت. چشم. مستقیم. بیا بالا خانم. بیا دیگه. ای بابا چقدر علا داره. نشین. ببین آجی اینم عوض کردم. دستت درد نکنه. چقدر شده؟ باشی به خودم. 15 تومن. 15. حالا اگه دیدی یه موقع به مشکلی چیزی خورد زنگ بزن، خودم میام برات راست ریزش میکنم. باشه. خیلی ممنون. اسمه عطا. عطا بودو بیا. چیه؟ بیا. ها؟ بازی آب داده. برو ببین. برای چقدر صفر کردی اینو؟ بچه کار کنم بایستم آب زندگیمو ببره. نه وانستا اینو ببند. اینو ببند. خیس میشه. خیس میشه. خیلی بلند شده دقیقه. هت بابا از صبح داره واسه ما همینجوری میباره. خیلی شانس ما داریم. به شانس ربطی نداره بابا جون. حتما باز دور آب بسی تو کار مردم اینطور داره سر خودمون میاد دیگه. چی میگی خانوم؟ نوار تفلون میخواد شل کرده. شل نیستش. برم داری سنبلکاری میکنی، جنس چینی میدازی به مردم، همین میشه دیگه. آب افتاده تو زندگی خودم. والا بیا بیا باز کن، این درست شد دیگه. دست درد نکن. دیدی؟ خوب شد. تو بیا برو، من خودم جمع کن. خسته نباشی. آره این همه چی رو به همه چی ربط میدی؟ خرافات اینا بابا. اگه اینجوری بود چین که این چیزا رو میسازه که تو الان از سیل بر میداشت. چین در پی بارش شدید در چین، مناطق وسیعی از این کشور دچار آب گرفتگی و سیل گردید. همچنین هزاران نفر از مردم این کشور آوار و بی‌خانمان شدند. طبق آخرین اخبار رسانه‌ای مرد برد شو، گرفتی خوابیدی؟ با تو خودی منو بل نمیدی؟ نه نگمزم برد اشبری بگیر اونا رو هسته گردم بابا. نه من نخواست این بیغیرت خونه بوده تو دستانو تو آشپزخونه این؟ آره دیگه نمیگی پا من چرا روستری سرمه؟ با
پشت پشت با اون شلوار نشین. معلوم نیست کجا نشسته با اون شلوار هزار جور کسیفی و مریضی با خودش برمیداره میاره بذاره تو. خب این دو سال اضافه نکرده جرار، الان چه خبریه؟ همینو دارم میگم دیگه، میگم از صبح ریختم به هم، میگم آقا 700 تومن بیشتر یعنی میشه ما 1,000,000. یک قرون دو قرونه مگه؟ هرچی با یارو منگاه یه چونه میزنم حرف میزنم، اصلا ما رو نمیشنسه، فقط پولو میشنسه. نه نه تو با خودش حرف بزن. با کی؟ یارو اون بر دنیا داره با پول ما اشغال میکنه، اصلا شماره منو نمیشنسه. دل قصه نداره که از تلفن خونه بگی. اینقدر این خونه ها داره ما توش گمیم، نمیدونه من کیم. وا بی خود کرده، خیلی ها اصلا تو رو میشنسن. همینجوری از صبح بلند میشه پول میذاره رو پول، منم شای مرغ تخم رو کارخونش میبینه. دیدی چی میگه به من؟ میگه تا 3 روز دیگه بگیم میشینین یا نه؟ بگو میشینیم. 700 تومن 3 روز. آخه شما خیلی هم اخت شده بودیم با اینجا، میگه همه چی هم نزدیک مونوایی مغازه همه چی برسه، مهم نیستش، سخت باشه هرچی باشه من طبقه اول باشه. نمیخوای بخوابی؟ دارم جا میندازم دیگه، داری میبینی که از راستیم تخت خوابه بود بهت گفتم. روز رفتم دوباره دیدمش، از نفروخته بودش. ای بابا ول کن حالا تخت خوابه دیگه، من اونقدر چیزا دلم میخواد، حالا چند وقتی دلم میخواد یه مغازه بزنم. ایشالا که به هرچی که میخوای برسی. گفتی اینجا که الان هستی چقدر دیدی؟ 4 تومن پیش دادم آیه 300 تومن اجاره، زنگ زدم میگه 700 تومن بذار بشه. کجا میشینی؟ همین 4 تا کوچه پایین. خیلی خوب بهت گفته، چرا نمیری پایین تر؟ باقدر آباد، واوان، اون طرف ها گیرت میاد. بابا دقیقه بلند شو، من کارم لوازم برقی، حقیقتش تازه اینجا جواب بدم، مشتری رو پیدا کردم، این کارتم، نمیخوام اینجا بلند شم. آها پیدا کردم برات، 4 تومن با 400، بگو 100ش هم تخفیف بگیریم. خوبه، البته زیرزمین ها میشینی دیگه. آره بدون پارکینگ و انباری. اصلا پارک انباری نمیخوایم، اینجا هم نداشتیم، همون آشپزخونه هم نداره. توالت داره؟ یه توالت گوشه حیات داره، اون تا مشاه با همسایه دیگه باید با هم استفاده کنیم. نمیری ببینیش؟ دیدمش. ببین خانوم، این همین یه ماهی هم که وسط کار کرده، باید داری خدا رو شکر کنی. بله حرف اصلا اشتباه گرفتی. آره اشتباه گرفتی بابا جون. بابا ایشکین این دست ما بگیره ایرج. عطا نکو عطا جان، اون گیره درست نشده یه هنچی گیره. هی بابا این قرار نبود بیاد امروز اینو درستش کنه؟ حالا تو بیا تو، خسته نباشی، طور نیستش. امروز پول نداشتم، گفتم حالا فعلا این در آهنی رو میبندیم تا ببینیم چی میشه. آخه اصلا خراب نبود، بسته میشد، یه کاغذ بود لاش. کو؟ نه این کار خود، حالا تو برو تو برای چای بیارم. بازی گرفتی خوابیدی؟ خوابی؟ بانگ آرشی؟ نه راحت باش، اومدم ملاقاتت گفتم دست خالی نیام، پهلو به پهلوش یه وقت زخم بستر نشی. معصوم این پیشگوشتی چارسوه ما کو؟ میگم پیدا کن. خدا برمیداریم وسایل ما رو این میذارین این برون برگه بودن، یه دقیقه خودم درستش میکردم. کجا گذاشتی اینو؟ چه میدونم کجاست، همونجا تو وسایل خودت دیگه. قنگ کیلو چند بود؟ قنگ کیلو چند؟ 1500. ای تو خواب نگرفتی؟ نذاشته؟
رسید داشتم نیستش. خون من حق تو هم شریفه است. همین تخمه ما کی تخمه مرغ گرون کرده؟ ابتاج والا عمه من که کارخونه مرغ نداری که حرف مرغ و تخمه مرغ دیگه توی خونه نمیزنیم. تمومش کن. وای چی داره آخه اینقدر تو اینو نگاه میکنی؟ دنیاست. نه دنیاست که این رو داره با چاقو میزنه. دنیاست با مقاد حقشو بگیره. خب یه ریزه کمش کن دیگه. قبل بیم بشین اینجا حساب کتاب بکنیم. خیلی خب دیگه بذار یه دقیقه اینجاش تمام شه قشنگه. ببین همیشه باید روشن باشه تو این خونه. ما دیما بشین دو کلم حرف بزنیم. بفهم آفرین باری کل بیم من قشنگ تر نیستم. باید یه کاری کنیم 700 تا هم واسه اجاره خونه بذاریم کنار. خبر نداری؟ نمیدونی چقدر اجاره خونه ها زیاد شد. چرا خودم امروز دیدم توی روزنامه خیلی قیمت ها بالاست. هر جوری شده باید بمونیم توی خونه. الان این خرج ماه گذشته کو؟ اینه بیا 15,000 تومان پنیر؟ بای پنیر نگیرم اتا. اصلا کی توی این خونه پنیر میخوره ها؟ هر کی میخوره اسرافه. آخه پنیر توی هر خونه که فکرشو بکنی هستش. زمینایی که داری میبینی خرج دو تا سه تا آدم گنده است. و یعنی که من تو اصلا 6 ساله اینه دندون پزشکی نرفتیم. اون آسیاباد که خالی بود که اصلا باید بکشیشون. خب چی بگی آدم؟ الان 2 هفته است که ایرج اومده اینجا مونده. قدمش سر چشمه. ولی خب دیگه داره با ما زندگی میکنه حتی جان. دیگه بالاخره اونم یه سهمی داره دیگه. یعنی به اون اصلا مربوطی نیستش. دیگه باسی بدونه دیگه اونم. خرج اینو که ما داریم میدیم که بابا. تکون بخور. بلنش یه دو کلمه حرف سه با هم بزنیم. چیه شامه؟ چه؟ شامه؟ بخواب. از چی بیدار میکنه خواب؟ اداره رو مستعد میکنه. به چیز جمع و جور قدیمی هم باشه کار ما را میدازه. راستی پاگردش فقط باید بزرگ باشه. شما این دوتا موردم بریم ببینی خالیه. آقا رزا نشونید. آقا سعید خودت که واردی فقط بگو واسه چی میخوای ما داستان نشو برامون زمانم نداریم. یعنی تخ مکار آیی دست شما درد نزید. مخلصم سلام. دو تا مورد رو ببری نشون بده. چشم آقا از شما درد. این درسته. چی؟ مرد سوی برای چی اینقدر گرونش کردی؟ من گرون نکردم قیمت همینه. تو که خودت بهتر آمار داری. فکر میکنی نمیدونم رفتی همه بنگاه محل رو سر کشیدی؟ آقا یارو اون برای آب داره زندگی میکنه اصلا از این قیمتو خبر نداره. تو گفتی قرزادش گفته. چه بزرگ شده نشناختمش. 3 ساعت تو فیسبوک داره دنبالت میگرده میگه اگه پول نمیده بلندش کن یکی دیگر بیار جاش. بیارم جاش؟ اذیت نکن آقا سعید. مهندس پیداش نکردی؟ نه بابا مردی که مفت نشسته هرچی هم بهش زنگ میزنم جواب نمیده که. آره منم زنگ میزنم جواب نمیده هم مال ده کلن دایورتی دیگه ها؟ بگم اینجا نشستی؟ من میرم بعدم میام. میشین سر جاد بلنشی میگم اینجا نشستی ها. آقا سعید یه چند روز واسه ما وقت بگیری یه جایی رو پیدا کن. سری قدم این کمیسیون ما رو دادی؟ سرویس کردم همه وسایل خودت و فک و فامیل تو. آفرین. اینا رو بگیر. آقا زیاده نیست. گیرم. ببر حالا فردا بیار یه کاری برات میکنم. برو. تو نخوابیدی؟ فکر نکن دیگه درست میشه. آه
چه فیلمی هم؟ یه چه باداشم خاموش بگم کانال عوض کن. چی بودیم؟ خب الان حالا باید تو روم بزنی؟ ببخشید. چی رو ببخشم آقا؟ 27 سالته همینه دیگه، همین از دست اون حبیبم فرار کردی اومدی اینجا، نه خودت چیزی میگی نه اون. چی کار داری میکنی با خودت ها؟ باورت نمیشد یه دفعه تنم آتیش میگه، یه دفعه به محجوم میان. چی؟ احساسات. یه دفعه همه فیلم هایی که دیدم میان جلو چشم. بس که فکر میکنی، بس که فکر میکنی بهشون. مگه من به تو پول ندادم بری مشاوران؟ نمیگی یه معصوم بلند میشه بیاد داری یه چیگه آب بخوره؟ کسافت. تو حبیب من تو خوب نیست، خودت هم گرفتاری. گمشو صبح تا شب داری از دست همه در میری. گمشو میرم. گمشو تا آدم نشدی بر نمیگرم. آدم نمیشم برم نمیگردم. بیا بگی اینجا رو پرسته هم ببر بیرون. حکمت عجب بیمرفتی رفتی دیگه رفتی ها. چه؟ چه؟ چه تباس؟ خجالت نمی کشی؟ همچین سرصدا کردی من پشت دست کردم متفقین حمله کردم. این چه زندگیه داری میکنی؟ این چیه؟ این تنبون ماله کیه؟ تنبونه داشمه. مالی داشت نمال هر کسی دیگه ای. بابا من میترسم عمل واز قلب کردم میفهمی؟ الان تمام پیاده نظام کره زمین یه ساعت خاموشی زده گرفته خوابیده. آره خوابیدن. فقط تو داشت منو یه مجدم تنها علاف بیدنی. خواب نداری. بیخوابی من مال بدخوابی این بچه هست. آره برم تو بدخواب کردی. بس که داری میخونی اصلا فوتبال تو گوشمونه. داخل خونه هر کسی به خودش ارتباط داره. من منظورم بیرون ساختمونه، اون در ورود و خروج ساختمون این در کارمون سرابینه هست. هر کسی هر وقت بخواد بیاد، هر وقت دلت بخواد میره. آره بابا برو بگی بخواب. خونه ما رو دزد اصلا نفهمیدی. حالا ما یه دقیقه میایم تو راه رو واسه ما حرف از نظم و انضباط میزنه. قفل در خونه تو درست کن، همیشه باز 24 ساعت. خب معلومه دزد میاد میزنه. ببین آقا جون این در درست میشه، اونی که همیشه بازه دروازه سوراخ شما آبیاست. شیشته ای اون موقع که ما شیشته خوردیم تو شیشه بودی تو بیمارستان. برای چی ما رو آوردی اینجا؟ چی میخوای دیگه؟ خونه به این طرز تمیزی شیک نوساز مستقل داشت، اجاره نمیخواد بدیم. سعیدم اونجا که باید اجاره میدادیم چی بود که حالا اینجا نباید اجاره بدیم؟ مسخره کردیم. بیا دیگه بابا بیا. درش ریموت دارم هست، داریم طبقه هم کرد بفر. اینجا خیلی خوب ساختمون. اینجا اصلا پارکینگه، یعنی اصلا چی ساختمون نیستش. شما که همهشو ندیدین که. دیدیم دیگه، تموم شد دیگه. تو تا فردا مگه بیشتر وقت داری؟ صحنه گی. سلام آقا سعید، سرایداری جدیدن؟ مگه به تو اسمس ندادم؟ برو بالا میام برای تعریف میکنم. چیه مارو واسه چی شده؟ چی نشده؟ برو بالا ناز نکن بایی نسته اینجا. باشه. چی شد؟ برو ترنی. چی؟ ببین بایسا زمان منو فوق آنه کن. منو نگاه کن کجا داری میری؟ کجا؟ من تو فردا به ساختمون خبر بدم. ما نفهمیدیم این ساختمونه کدوم قبرستونیه. ما تا حالا نگیدش. چایت سرد شد.
به خدا اون خونه آخریه بد نبود. دارم نوکری کیو بکنم ها؟ بریم خونه سرایی داری؟ جواب باباتو کی میده؟ حالا کجا بودن اونا؟ کی به کی بیان؟ کی به کی چیه؟ من حرف زدم قرار شد شما رو خوشبخت کنم، این خوشبختیه؟ حالا یه چند وقته دیگه؟ ول کن دیگه خانوم، قرار شد 700 تومن یه جای جور کنیم. از کجا؟ از کجا جور کنیم ها؟ حالا پول داداش حبیبت هم هنو نداریم. بله برو آقا سعید، الان وقت خونه دیدنه، ول کن تو رو حضرت عباس. من میگم که به بابام بگم. بابات نه، بابا نه، بابا نه. بلند شو، بلند شو، برو اون اجاره نامه رو بردار، بیا من آدرسشو بردارم برم فلان کارزادش. بلند شدی با پول ما رفتی دبی آبایی داری میگردی، یه فسقل بچه رو گوشی جای خودت. کو نیستش اونجا، نیستش اونجا، نیستش کجاست؟ حالا بری دعوا حل میشه همه چی، نه بری دعوا درست میشه. ای خدا این دعوا خونه شد واسه ما. بیا بیا بشین اینجا. چه؟ بیا من یه راه حلی دارم، بیا یه راهی هستش که ما یه افسد بذاریم کنار. بگو چی؟ ما تو بسی یه نفر بشیم. یعنی چی؟ ببین مثل دوران نامزدی اون، من میرم خونه بابا، تو هم قشنگ میری یک سال کار میکنی پول در میاری، بعد یک سال میای دنبال من. من هم مثلا میگم که رفته عطا، رفته ماموریت، رفته دنبال کار. بله. الو آراغ سید، بیار بیار، ما دیگه همه امشب وسایلمونو میریزیم تو کوچه. میگم بیار، ما امشب میخواییم وسایلمونو بریزیم تو کوچه. دست درد نکنه، من باید واسه این زندگی چی کار میکردم که نکردم؟ ها؟ هیچی. من از صبح تا شب دارم تو خونه هر کس و ناکسی کار میکنم، وسایلش رو تعمیر میکنم، باقی شب که برمیدارم میارم تو خونه، تو رام که مسافر میزنم، از کجام باید در بیارم؟ چی کار باید بکنم؟ منت بابات هم میذاری سر من؟ خاک بر سر من کنن، خاک بر سر من کنن، تمام فک و فامیلت از خدا شونه، من کم بیارم برگردم کوکم مدام. چه فهمید؟ خیلی ممنون بابای ابتاج. دعواز؟ چقدر شد آقا؟ 10 تومن. نشتبم دیگه. بفرمایید. دعواز ها؟ در بازه، بفرمایید. دعوا بود بتون خودم. خب بود که بود. بفرمایید، اینم پاگردش خواهر باباش رد میشه، بفرمایید اینجا. پاگردش که اصلا بزرگ نیست. کجا آقا؟ سلام خانم. بونگا آسیا اومدیم، میخوام بریم خونه رو ببینیم. اجازه بدین. خانم دانشی با شما کار دارم. حالا بفرمایید. دست شما درد نکنه. فیلم بگیرم؟ آقا بگیر روشن کن بفرمایید. بفرمایید. یالا یالا. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. مخلص. بفرمایید. بگیر از همینجا بگیر. آقا این خونه نگاه کن. سر تا سر همش پنجره است. اصلا نورگیری. از این ور آفتاب طلوع می‌کنه، از اون ور غروب می‌کنه. همون چیزی که می‌خواستی. بفرمایید، بفرمایید. این آشپزخونه‌اش اصلا خودش نورگیره. آقا بفرمایید. اینم دستشوییشه. اینجا هم نورگیری داره. از اتاق میشه فیلم گرفت. بله بفرمایید. چی داری می‌گیری آقا؟ می‌بره بیرون بابا. بیرون اومدیم آقا. بعد دوربین اومد واسه زندگی مردم. آقا گفتم که خودت بی خود اومدی، تو گفتی. بابا تو چرا اینجوری می‌کنی؟ من خاطر تو آوردم اینا رو اینجا. برو بیرون آقا. واسه من چرا چرت میگی مرد سه؟ من که دارم بالا میشم مستجر از ابتهاج بودی. تو تلفن گوش نمی‌دی بهش چی میگم دیگه؟ بابا اینا یه گروه فیلم برداریان اومدن دنبال یه جای می‌گردن عین اینجا واسه یه ما. من دارم اینجا بلند میشم، میفهمی آقا جون؟ نه دیگه، اینا 12 ساعت در روز بیشتر کار نمیکنن، میدی اجاره، حساب خونت هم نمیخواد بگی. جن نمیزدی، 6-7 میلیون میگرفتی میدادی به ابتهاج، کمیسیونی پارسال منم میدادی. رفتن. آقای ایتیز نگاه کن دور برم خطرتیش کرده باشی. آقا دور برم نتیبه دفتر آجیه. ببخشید من اون کردم آقا، ببخشید دیگه، من از کجا میدونستم داشمون هنرمنده؟ آخه می‌خواستم بزنمت که جات بلند نمی‌شدی. من عذرخواهی کردم دیگه آقا، حرفی نیست، من چیز دارم، شما بگو. یه آینتار دارم از خدا عود می‌کنه. هر چی خود هول بدی. خب ببخشید، نمی‌خوام اون شده. طلا واسه نمی‌خوام. کارت شما دفعه شما پشت تلفن چی نیست؟ نه بفرمایید. بفرمایید. یالا مهمون داریم. بفرمایید. اینجا نشیمنه. ما یه دو تا بالکن اینجا داریم. بعد راه راست یه دونه هم درگاهی اینجا. بعد اینو با سعید میام واسه قرار دادم. قبلش حتما با اسی با قبطاش زنگ بزنیم بگیم. باید بدونه درست نیستش. مگه اون به فکر ماست که تو فکر اونی؟ من اصلا کار به اون ندارم. اینجا خونه اونه، اون باید راضی باشه. نه یعنی درست نیستش. ببین تو اصلا کار نشدش که چجوره، تو خواهد باشه.
باشه به خاطر تو میگم. قهر یادم ماما؟ ماما قهر نیستم. این ترک در واقع نشونه فقر و فشاری که روی این آدمه، فشاری که از طرف صاحبکار پولدار دجال رزل عوضیش بهش تحمیل شده، داره خونه خرابش میکنه. میدونم چقدر گشتیم تا این خونه رو پیدا کردیم، حتما قسمت بوده این حرف تو خونه تو زده بشه. میگم این فیلمه درباره چیه؟ خنده‌ایه. راجب فقیر و پولدار و اختلاف طبقاتی. قشنگه. اسمش چیه؟ حق کارگر مشت آهنین. به من خوراکم این فیلم هست. اصلا فیلم ما راجب درد بچه های پایین شهره. دمت کرد. بفرمی. کارگردانشون هستین شما؟ بله. مبارکتون باشه. آقا قربون دستت، من نمیدونم آقا سعید گفتن یا نه. فقط یه طوری باشه که این صابخونه ما نفهمه. سعید؟ گفتی صابخونه هست که؟ نه، نه که طوری باشه. من خودم به صابخونه میگم. من میگم یعنی چون رفت آمد و اینا میشه شلوغ نشه. آره، شلوغ نشه. بابا اینجا نمیشه پلان گرفت که، این مستاجره. آقا حله؟ چی حله؟ به همش بزن. شما دیگه با آقا عطا طرفین دیگه. بچه‌م همانگی همسایه ما یه کاری داره. مشکلی داری تو؟ مشکل که نه. پس قرار شد 20 جلسه کاری، هر جلسه 12 ساعت به مبلغ 7 میلیون که دو طرف امضا کردیم. چک زمینه از طرف آقا عطا میاد، حق کمیسیون بنده. بله. رو میز نذارید. بفرم. آقا کفش در بیار. کیارش؟ هم بردست رو از جبه ابزارت میدی؟ دست در در کن. اون نه. سیمچین نه، هم بردست. خدا میبرم. آقا کفش دم در. درست بنداز پا. آقا داد نزن. یه ریزه یه باشی. درست بنداز. محسوم. سلام. یه دقیقه شما. میبینم. بگیر این افتا. خشم آقا. آقا به در دیوار نزن. دست شما درد نکنه. سلام آقا پاشا. سلام علیکم خانم دانشی. میگم این لیلا مال چیه؟ ببخشید. نکنه رضا خان زنده شده داره با آقای هیتلر حال میده، گفته بیا با راهم برو روسیه رو میگی ها؟ بله. ها فهمیدم. 100% خط 7 مترو رو اندازه میشن. آنه اینا اومد از خونه ما فیلم بگیرن. یکی رفتن داخل یه جمع میشن. نیازی به توضیح بنده نیست، خودشون تشریف بردن دیگه، مدیریت محترم مجتمع. بخوان بگوری جون میبخشین در اینه واسه فیلم برداری هستن، مادن از خونه ما فیلم بگن دیگه، میبخشید این سر صدا شد. هیچ اشکالی نداره عزیزم، فقط به من بگو بازیگرش کیا. ولی من اصلا خبر ندارم. نمیدونی؟ جدیدم، قدیمیم. نه من یک ساعته بایستدم تو بالکن ببینم که بازیگرش کیا. حالا بازیگرش که اومده من خودم خبر نمیدونم. این مزرش اتاق این توشکی باسه تخته. بله بله خانه است. حالا فیلم دیگه معلوم نمیشه. شما رو تختی دارید؟ آره ده. سبز مغز پسته‌ای. مغز پسته‌ای. خب با گله بنفش وحشی چطور؟ با گل داره دیگه. آره این نمونه هاشو ببینیم. نمونه چون باید تو بردارم آقا مهدوی. بیا نوه، من خودم استفاده نکردم هنو. مراقبش باش. خیالتون راحت بشه. چشم. دستم بشور. حتما. سلام. سلام. ببخشید شما شبا کارتون تموم شه وسایلتون با خودتون میبرین؟ نه، میذاریم همینجا بمونه. بمونه. ببخشید. میشه چند تا منگنه و میخ بزنم به این سقف؟ حالا ما مستأجر هستیم. حالا یک دوتا رو بزن. ایراد نداره. مرسی. اوجا. اوجا. ساعتت میکنم نفان دوی که بالا. خانم ببخشید لیلی نشید. ای بابا کفش اومدی؟ ببخشید دیگه همه اومدن. خانم ببخشید این آینه رو کجا میتونم بزنم؟ بذارید توی آشپزخونه. ببخشید میشه از میز اتو استفاده کنم؟ باش سفر از رامپا مهتابی هاش کو میرم الان میبرم. مرغب گلا باشید. چشم کنم. پا کجایی تو خو؟ ماما اینا دستانان دیگه. عطا اینا اومدن. عطا ببین اینا تعدادشون خیلی زیاده. اصلا چاقو رو میتونم ببرم؟ چیه؟ بودو بیا خدافظ. چیه همه چیز میز میگیری شما؟ مثل یادم نمیونه. بده من اونو. بیا اینجا این چیز میزایی که گرفتی بنویس. بیا اینجا بنویس. اینجا بنویس. چا
چیه اون؟ اسمت هم بنویس. بله. رو تختی. رو تختی رو بنویس. امضا کنم دیگه. امضا دیگه. چه آقا نمتی؟ من گفتم من بر نمیگیرم. سفازه به خطرش نمیارده. یه یه اتفاقی میفته بعد کی میخواد جواب بده؟ خب معلومه زنگ بزنه نداره برق مأمور بیاد برق بگیره. من که نمیزنم تو برق بگیره. اونم سفاز خطرناک آقا جون. نه بابا. تموم شده رفت. اصلا اینجوری نیست که از الان بزنین زیرش رو در بکنین ها. این آقا من قول داره تو دفتر که برقو بگیره. تازه اینم بخواد بگیره من نمیذارم. آقا هیدر گفته باشم. جنگ اول به حسول آخر داداشم. اینجوریه؟ باشه. پس میخواین گربه دم اجزا بکشن. آره. چه خبره؟ چی بابا دعوای هیدر نعمتیه. باشه جمع کنی بچه‌ها. نمیگیره نگیره جمع کنین اصلا. با دست صحبت نکن معلومه کار نمی کنیم. تعطیل کنی بچه ها. تعطیل کنید آقا. تعطیل کنید آقا. نوبر شو بود. خبر جمع کنید. تلکیمای تو بودا. یه واقعا تعطیل شد. فرید آقا کجا میری؟ داداش با شما آقا ایده. سلام آدم. چی شد؟ چه میدونم تعطیل کردن کارو. تعطیل شروع نکرده تعطیل کردن. بیا آقای بیا چی شده؟ ما کاری نیستم. کی کاری؟ کاری نیستی. بیا آقا این چیه آقا ایده؟ سینما تعطیل شد. آقا دانشی خودت قاطی نکن این کاره نیستن اینا. بابا تو رو از ده تباسی کارش کن کار کنن دیگه. بیا پای بابا بیا پای نیل کن آقا جون کار داری برو به حسام بگو ما کاره نیستی. آقا یه دقیقه نگه از جون مادر آقا خواستم. من جون بچه هم از سر را پیدا نکردم که بذارم اینا برق بگیرم. من میگیرم میتونی؟ آره آقا جون برق دیگه. برو بایی دستی برم صحبت بکن اون آشه. آقا چیه برق بده ما بگیریم. چیو میری باشه بابا سختش نکن سفاز دفاز من خودم آنتل میکنم یعنی میتونی؟ آره آقا بگو اینا رو بیارم پایین این در جون نکن نکن بچه هلده بیاری پایین از اینا رو که نمیشه که آخه هر چیزی به شادم بگه تعطیل هر کاری یه راه آقا دانشی بدبخش خوبی؟ چیکار کردی؟ استفاده کن. مهدوی جان خودت ببرش بالا من زنگ بزنم کریم جان بعد بیاد برقو واسه کن. برو آقا بش باش. خیالون راحت. برو شما. آدرش خوبی؟ ردیف میزنی؟ آره شما کارو راه بنداز تعطیل نشه. نه تعطیل نمیشه. خود تخصص نداری چرا دست میزنی؟ چه خبر آقا تو؟ برقا چرا قطع شده؟ برق دیگه. بس میشه قطع میشه. بله خوبی؟ آره خدا رو شکر اینا مشکلشون حل شد کار میکنه. شکل نگذرم به امید جاودانه شدن این فیلم در طول تاریخ سینما. اینه تو کی باید میسن کار میکنم شد گهت میده دوازده و یک. سلیمانی سبوت بله. بده میریم زن آیفون در و تلفن خونه رو هم قطع کنید یه وقت زنگ نخوره وسط زفت دوستان لطفاً گوشی ها رو خاموش کنید دوستان لطفاً سکوت آه همتی خیابونا بسته باشه میخواییم بگیریم ها علی آقا چشم الان میبندیم آقا چشم علی آقا جلو ماشون رو بگیریم آقا فیلم برداریه در صدا میگیرن تموم شد بهت میگم بری حرکت چرا همیشه باید اون سوار باشه و من پیاده چرا همیشه باید اون صاحبکار باشه و من کارگر ها ببین خونشو میریزم با موش فکشو میارم پایین فهمیدی؟ آقا نگیر کات اینطوری نمیشه چی شد آقا؟ آقا صدا اضافه داریم سلیمانی؟ بله آقا قصه چیه؟ شب اولی چه خبره اینجا؟ نه آقا الان درستش میکنم حله چی شده؟ بیرون سر و صدا سیگه نیده چه خبره؟ تو بگو چه خبره اینجا؟ الان حلش میکنم اون بیرون چه خبره؟ ما داریم کار میکنیم اینجایی؟ بیرون خیلی سر صدا است. به همسایه‌هاتون نمیذارن کار کنیم. هرچی هم میگیم گوش نمیدن. اون مردم زندگی دارن نمیتونن راه ندن که. خود دانی. اینجوری جای 20 روز یه ماه طول میکشه. هر چقدر هم طول بکشه من پول 20 روزو میدم. آقا من این پول زودتر میخوام. شما یه محبت بکن بگوین بچه‌ها 2 ساعت یه کارو تعطیل کنن. مردمم برسن به زندگیشون. ما هر موقع بیان 12 ساعت باید کار کنیم. پنج بعد از ظهر اومده این پنج صبح میریم پنج صبح؟ پنج صبح که نمیشه که میخوای به هم بزنی؟ طبق این بند باید خسارت بدی سنگین ها آقا کی میره میاد اصلا؟ بی خود میرم میاد شما کار را بنداز من خودم میرم ساختمون رو درست بکنم لامپ 200 مقوا سفید آگراف گیره بیلیتی
آرکم برای فردا شب میخوام برسم. راست این کسریه فیلترامون هم بگیر. داداش ببخشید زحمت بکش یه دقیقه بریم تو ما ببینیم چه خبر. راست میگی شما این پسر بد داد زد. چش. بفهم. خودم یواشو میگیرم. هر چیزی حدی داره آقای محترم. یعنی چی اینم آدم تو بله شما درست میگی بفرم. یعنی فکر میکنی نادرست میگه؟ حق نداره؟ بابا اینجوری کردی پادگان هی ساکت. برو تو بابا. برو تو. برو به گوزکترت بیا. چش الان میگم بیا. اب نداره باش. آقا بلند شو برو تو دیگه نمیدونی اوضاع خیته. من مراقب اون چراغم واسم پای چراغ. جا پای چراغه بلند شو تکون بده. آقا تو. سلام علیکم. سلام. تا الان جلسه بود. همه همسایه‌ها شاکیان. سریع تعطیلش بکن. این مورد رو بعد قبلا اطلاع میدادی. خانم شما چرا این حرفو میزنی؟ بچه نشین. شما میدونی همه این چیزا زیر سر این مرتیکه است. مؤدب باش آقا خجالت بکش. پشت در خونه من به من میگی مرتیکه؟ صدات بیار پایین. برو تو خجالت تو بعد بکشی که با این سن و سال دست به سیامکه. آقای پاشم. یعنی چی این حرف؟ یعنی بنده 60 ساله لباس بعد تا الان ست اسم عوض میکردم. آره؟ شما بفرمایید تو من خودم حلش میکنم. خانم بولیری من فقط به خاطر گل روی حرف شما میرم تو. بفرمایید. اینجوری باشه من سه تا اسم کوچیک نشم یه فامیلی. بیا من برای حرف پاژنگ ترم خورد نمی کنم. بحث حرف همسایه هاست. شاکیان خب حق دارن. ببین شما این وسایلو اینجا رو نگاه کن، این پایین رو نگاه کن. آقا اون در رو ببند، این نمیشه که. بله شما درست. ببند اون در لامصبو. خانم بروری جان من گیرم. شما میدونی شرایط ما رو. قرار داد بستم. چی کار کنی؟ بابا مرگ درد دهدم که من گم شد تو. من میگم یه کاری کنیم. چی؟ من شارژ کامل کل ساختمون رو یک ماهشو میدم. همه همسایه ها رو؟ آره دیگه، برای شما رو هم میدم. من که واسه خودم نمیگم، به معصومه جون گفتم هر کاری دارین من بهتون کمک میکنم. تو مطمئنی؟ آره. الان که همشون نیستن مطرح کنم. بذار فردا باشون حرف بزنم. بس دردم. چی میشه؟ میگم خانم بلوری جون این امشب رو تعطیل نکنن دیگه، آروم کار کنن. منم بالا سرشونم. حالا تا ببینیم فردا این روی شما رو قیچی میکنن همسایه ها. یعنی با همه عصبانیت و عقده و نفرتی که تو وجود جمع شده میگی. آقای سلیمانی بود. آخوان بریم زبط. بریم آقا بفرمایید. کسی راه نمیره، کسی جمعش. حرف نمیزنه. بفرم آقا. میتونیم این دفعه بگیریم؟ بفرمایید آقا بفرم. آقا شما میخواد سریعتر حرکت کنید. آقا بگیرید بفرمایید. آقا اون چراغ روشن. دوستان لطفاً سکوت. دیگه کسی راه نره، کسی از جاش تکون نخوره. سکوت کامل. صدا دوربین حرکت. خانم یواش فیلم برداری. چیه؟ بابا یه دقیقه باید فیلم بشون تموم شه. من چه که فیلم نرم. خیلی خوب یه دقیقه صبر کن تا حضرت عباس. خیلی خوب چیکار کنم؟ بدین
تو چیکار داری میکنی؟ همه آماده این؟ بگیریم؟ بفرم بفرمی صدا نگه دار آقا صدا از کجاست؟ خودو ببر بالاتر بالاتر؟ برو طرف این ور چه؟ آقا یه صدایی داره میاد بخشی ما یه ریز خندید نه خانم صدای آهنگه اه آهنگ؟ صدای آهنگ نمیده آقا اینجوری نمیشه کار کرد اه بابا بلنشی برو بمیم دو کنم همینش داره دیوانم میکنم بعد پنج سال یادش برگشت رو فخم برم دنبال زده ای سلام سلام خیلی ناقلایی ها ایوا نگفتی من بیام این هنرپیشه رو ببینم با یادم خب الان همینجا ببینیم ببینشون الان که نمیشه من آمادگی ندارم خیلی خوبی راستی چی کار داشتی؟ بیا من میگه که صدای آهنگ میاد گفتم شاید یه وقتی از تو خونه شما باشه نمیفهم از کجا میاد صداش این که بلنگوش خرابه خب به ده تا واسه تعمیر کنه باشه چه خستش در روزش عوضش پیشونیش بلنده دختر راستی پارتیکا دختر سادات خانم 4 تا رب و 3 تا قرمه سبزی سفارش داد باید جورت میکنم باسر نجوی کولر توی لحظه خاموش میکنی بله میگم اگه اینا وسیله هاشون خیلی زیاده میتونی بیاری خونه منا بس در باشه این خوشش میاد از تو برم من برم به تو بگم بگم صدا از بالا میاد مرده ساقی برای چی اذیت میکنی؟ مگه نمیگم دارم صدا ور میدارم میخونی؟ چه اذیتی؟ بله میخونم شما ناراحتی گوشاتو بگی نشروفی آقا جون این حکم پولو دارم واسه من باید کار کنم به من چه من چی کار کنم اون پایین که هستیم همش سکوت ساکت خفه بد بشیم این بالا کله پشت بونم که ممنوعه نباید بخونیم آقا زندگی ما رو پاک به هم ریختی آره بابا زندگی تو داری میکنی 2 سالی داری با اون صدای کلنگت میخونی یه بار نگات هم نکرده زندگی انقدر اینا رو شستی آوردی پن کردی سقف طبقه پایین تبله کرده دوره اینجور مخزدن ها گذشته میرم بهش میگم تو گرد گیر کرده چی رو میدی آقا؟ امین رو میگم شما چه گرد گیر کرده؟ چی تو گرد گیر کرده؟ عطا آقا عطا جو پاشو دیگه پاشو برو تو خونه بخواب زشته جلو همسایه پاشو دیگه اینا هم رفتن آره دیگه برای چی گذاشتی با نه دیگه صبح شد اینا هم رفتن خونه هاشون استراحت کنن نمیخواد در نر انقدر کثیفی برداشتن وردن گوشتن تو خونه که دیگه هم تو گله به گله هستش نگاه تو رو خود تو کثیفی مریضی چته خوب نه پاشو حتی اینجا نیفرو تخت مردم شاید راضی نباشه دفاع شده الان خوب حساب خونه بده وسایل ما استفاده کنه که تو داری وسایل این فیلم برداری استفاده میکنی خونه رو بهشون دادی پاشده که شهر راز نباشه تخت ما نیست که تخت اوناست ایشان رو تخت خودمون بیافتیم الان من کجا بیافتم رازیم اینجا پاشون کسافت هم از تنت در بیار تیشه قشنگ شدی این رو تخت جلوه میکنه خودشون نشون میده راستی گفتی با آقا ابتهاج خوابیدی عطا شب الان که شب نیست وای عطا صاحب خونه است تو نگفتی بگیم وای نگفتی ای خدا این آجش خودشه بفرم این حکم جلبته این هم حکم تخلیه خونه است بس چی؟
اجازه که خونه رو دادی به اینا؟ به کی؟ کسی خونه رو نه با نه اینا کی هم خونه تو؟ فامیلات هم؟ نهاش به سرم دعویل بگیر ایرش، اینجا چیکار میکنی؟ ایرش یه دختر رو دیدم، داشت رد میشون یه دفعه نگاهش از کنار نگام رد شد. نرفتی روانشناس نه؟ چرا رفتم، گفت جای خلوت نباش، تو خودت نرو. من با صدا بیا بریم، بیا بریم خونه من دستانه، اونجا هم انداز کافی شلوغ است، خلوت نیست، بیا. این واقعا فکر من انقدر داغونم؟ ما کی اینجاست؟ خیلی خب بیا بریم دیگه، بیا بریم، کار دارم. نه من آدم نشدم. زر نزن دیگه، بیا برو. اومدی سلامه دانشو، ببخشید ضبط نمیشه به داخل. بابا داره میریزه دستشویمون. اتفاقا دارم تو دستشویی کار میکنم، ببخشید. کات تمامه دیگه. نه دیگه، حالا حالا اون تو کار داریم. ای بابا آقا این همه تو توالت میگیرین اصلا این پخش میشه. حالا میگیریم تا بعد ببینیم چی میشه. خسته نباشین، همه چی به راه دیگه. ممنون آقا. اینجا مال یه سرنگ بازنشسته است، همسایه رو صحبت کنم. همسایه در حدی خانم دکتر نجیب و بی سر صدا است. بله، این هم دستشویی و حمومشه. اوه بفرمایید اتاقو ببینیم. با اجازه. بو چی آقا پاجم؟ به من چه ارتباطی داره؟ حتما از ظرف توالت این بچه هست دیگه. این اتاق که مال خودتونه، مال این که نیستش که. این تراسش هم جنوبیه، بزرگ آفتابگیره، خوراک جوجه کباب و لباس. آقا سعید، بی زحمت یه تکه با تشبیه. میگم شما این آقا رو رد کن بره دنبال زندگیش. من خودم با صابخونه خانم قاسمی تلفنی صحبت میکنم، ماجرا رو حلش میکنم. پا اگه داری اخ کن بیا بالا رو اجارت دیگه، اگه نداریم برو بشین پایین. آقا این هم خوابش، این کمد دیواریش بر خوش دریایی. یه بارم شانس در خونمونه داشت میزد که گوزه بالا باز شد. ولی شما اصلا نگران نباشه آدوف خون. مورد نظرتون شد؟ من نمیذارم آخر عمری تو من آلا خون بالا خون بشه. بالاخره این موضوع رو حلش بکن. خدا بخواد مقبول افتاد. آقا باجن کلده انباری دوتایی هست دیگه. هم که به خوشگی شانس آدولف، یعنی این همه سال صدای ما رو نشنی؟ دانشجو که بودم یه هنرپیشه معروف و خوشتیپ عاشقم شده بود. 6 سال تموم می اومد و می رفت. بچه رو زنش نشدی؟ خواستم کارگردان بشم، نمیخواستم هیچی جلوی پیش رفتم و بگیره. خب با کارگردنم که نشد دیگه. آره نشدم، عکاس شدم. از خوشبختی آدم رو عکس میگیرم. غصه نخور دیگه، او خیلی اصلا شوهر نکردن، اصلا به اینا نیستش که. یکی نیست بگه مرد حسابی. چرا خودت سرکار گشتی؟ برو در خونهشو بزن، اینه یه مرد راست روش وایسا، صاف و پوسکنده بگو. داخل سرکار خانم بلوری، شما که سر تا پا بلوری. اینجا چی کار میکنی تو؟ بابا چی گفتم دارم میرم چیز دیگه، توالت. تو توالت؟ بیا تو خلای ما چی کار میکنی؟ چی شد نمیری؟ بابا ما یه توالت رفتیم. بابا تو من همه میبریم عمل باز قلب کرد. خب قرصت کو؟ کو؟ خب بگو من بهت بدم دیگه. چی اینه؟
زیر زبونی نداری؟ همه این آتیش و اگور تو بلند میشه پای این بونگایرم شما با کردی تو این خونه. آره بابا چش میرم. وقتی تلفن کردم به صاحبونت گزارش دادم که خونش رو اجاره دادی به فیلم برده رو بعدش میرم. نمیخواد به خودت زحمت بدی، میدونه اشکالی داره دو قبضه بدونه. چی شد آقا؟ چیه باز؟ داداش من یه حقوق جزمی بازنشستگی میگیرم جخ بتونم شکم خودم این بچه رو سیر کنم. شما باز یه مقدار پولی که این فیلم بردارا میگیری بدی به من بذارم رو اجارم تا صدای این صابخونه بیافته و الا راستی به آقا عطا بگو بالاخره همسایه‌ها موافقت کردن که در ازای پرداخت شارژ ساختمون این گروه رو تحمل کنن. وا مگه اصلا کسی چیزی گفته؟ مگه خبر نداری؟ دیشب جلسه بود خود آقا عطا مطرح کرد، همسایه‌ها می‌خواستن برن شکایت کنن، اینقدر باهاشون حرف زدم تا قبول کردن. البته یه شرط هم گذاشتن، گفتن نردارم باید رنگ کنی. من مخالفم و معصوم جان، ولی خب چیکار کنم، میگن که انقدر رفت آمد شد و وسیله بردن آوردن این نرده ها زخمی شد. میگم جون هر کی دوست داری نکن. بی خودی جون اونو به زبونت نیار، به شما هم ارتباطی نداره من کیه دوست دارم کیه دوست ندارم. سکوت لطفا، ضبطه، کسی هفت اعلام بالا نیار. اگه میخوای بنده هیست باشم یعنی ساکت، حق سکوتت باس برسه. ببخش خانم دانشی شم دارید؟ نه یه چیزایی دارم. پس این کیک چی شد بچه ها؟ آوردم آقا آوردم. بچه ها دست به جنبونی میگم به دردت میخوره؟ بله عالیه ممنون. دیر شده. ببخشید جانماز داری؟ آره دارم. و این الان باید شم تولد برد که الان جانماز چی الان؟ در خودم میخوام همجا وایستا بیارم. با من که کار نمی کنی پیش این هم وای نمیستی نه؟ چه میدونم؟ ببخشید زهر ما رو چه میدونم؟ تکلیف تو روشن کن تا کی میخوای آویزون این اون باشی؟ به ارواح خاک آقا به خدا قسم منم دیگه خسته شدم. به خدا منم دوست دارم برم سر کار خسته بشم کوفته بشم بیام خونه یکی باشه یه چای بذاره جلو. چاکر آقا تو مخلصی آقا یه در جانم. آقا یه در یه نفر نمیخوای بیاد بایستی کنارت کمکت یه مسئول ساکتی چیزی؟ این بدتر میاد خراب میکنه این چیزی ازش در نمیاد. حالا شما بذار بیاد امتحانش کن بذارش سر کوچه بگو جلو ماشین رو نگرداره تو دست و پا نباشه. باش به خاطر خودت میگم بچه ها توجیهش کنن این شلوارش رو بگو عوض کنه اینجوری نیادم. چقدر میخوام پول بدم؟ حالا برو یه ذره کار کن میگم اسمت بدن دیگه کم باشه ما نمیستم. چقدر باشی خوبه خرج دو تا آدم در بیار حالا واسه خودم چقدر میفته. حالا مو تو شرا اونجوری زدی مخوره شده؟ اصلا نکنه میخواد بگی خصوصی قدم به کسی نمیگه اصلا ول کن نکن. قرار بود یکی تو زندگیم باشه نشدش؟ بای باسه اون ناراحت بودی موهاتو اینطوری زدی؟ نه دیگه ناراحت نیست. ببین اصلا غصه نخور من خودم یه کسی رو میشناسم اگه تو رو ببینه خیلی هم از تو خوشش میاد. یعنی چی؟ شما که اصلا منو نمیشناسید. اونو که میشناسم خیلی هم آقاست. ببین دست تو تو کاره من این نردهای راپله رو بخوام رنگ بکنم با ترک رو دیوار چقدر پولش میشه میدینی؟ میپرسم برای تو. سکوت لطفا. بفرمین آقا. آقا احمدی آقا احمدی یه دو دقیقه دندون رو جیگر بزه قربونت. حرکت چه سیس میخوای با اون مریضه چشه دست در نکنه قرصای قلبش توی نمیاد. ای بابا آره خدا اینجا میذاری ساکت بابا من میبرمش بیارش اون چه کاره میکنی آقا تا تو بابا بابا این بابای شما سیر زیاد خورده فشارش افتاده. نه این مشکل از قلبشه. نه بابا من دارم خفه میشم قلب چیه برو در باز کن میرزن اینجا
بیا خوبه. حواس داشته باش تا من یه آژانس بگیرم بیام. بیا نمیخواد بیا. بیا. بیا اینجا ماشین پارک کردم ببرش. بابا شرمنده کردی. دست درد کنه جبران کنی. چی شده؟ هیچ. دارم میگیرم. نه قد شد. بابا بگیم به آدم دیگه بابا من حتی بیا. بیا. باز چی نفتر چرا بشتی دوباره؟ آقا این همه شما قول دادی گفتی پول شارژ همه ساختمون رو میدم. اصلا هیچ حساب کردی ببینی چقدر میشه همه این؟ تو زه همه این نردای را پدرم گفتم با رنگ بکنی. شبکه دو رنگ چی بکنی؟ تازه من حساب کردم دیدم که پول شستن فرشا و موکتا رو داریم، بعدم این دیواری که اینا خراب کردن رو بعد بدیم درست بکنیم. هیچ نمونه، چی میمونه تهش؟ 1,000,000 هم اینم آقای سعیدخان بنگایی برداشته. هیچی دیگه میمونه مثلا 1,200,300، اونم پول اجاره یکی دو ماه بشه یا نشه. یعنی تهش این همه خرمانه داریم میکنیم هیچی برداشته. آقا تو خوبی؟ اونجایی؟ خونه شو برو یه سرسامونی بده. این پوشنگ دوباره قاطی کرده، نمیتونیم کار کنیم. برو تو خونه بابا. نمیتونی؟ آره؟ برو تو دیگه. نکن جان. نمیتونی نکنین، کار نکنین، آقا تعطیل کن. یعنی چی؟ یعنی همین به درک که نمیتونین کار کنین، جمع کنین برین. لاتیشو واسه ما پر نکن. آقا مگه نمیگی نمیتونیم؟ تعطیلش کن بره دیگه. یعنی چی؟ تو من قرار داری یه یادداشتی نوشتیم. هیچی نباشه خسارت بود بدی. 20 میلیون بود خسارت بدی برای چند روز. میدم آقا 20 میلیون پول میدم. ولکن آقا. کجا میدی؟ نداری بدی که. ندارم بدم میرم زندان. ولکن آقا تعطیله. تعطیل کنین آقا. خانو تعطیل آقا. تعطیل بر چی باشی نگاه میکنی؟ تعطیل. هری آرومم آقا جون، آرومم. خب چی شده؟ هیچ چیزی نمیخوام کار کنی. چرا؟ عشقم میکشه کار نکنی. چرا نداره؟ بچو بری تو کشی. خب نمیشه. تو ورشاتو. بابا. بس دیگه. چی میگی؟ چه میدونم یا کشش در رفت قاطی کرد دوت کلامش حرف میزدیم باش. عزیزم من اینکه کار این نیست. ساکت مگه تو خودتون بگیرین دستتون جمعش کنید دیگه. حتما. حتی جان. تو یه پذیرایی کنید. یه تمام بده. یه لحظه آروم باش. بیا اینجا پیش من. ببین. چه؟ تو حالا عصبانی هستی. من خودم با تک تک این همسایه ها حرف میزن راضیشون میکنم. اصلا شاید قبول کردن که از ما پول نگیرن. نمیخواد خانم. من با خانوماشون میرم صحبت میکنم. پول کرفس و روبشون نمیگیرم. شاید اینا اصلا قبول کنن. مشکلی نیستش. پس برای چی میای اونجا به من میگی؟ برای چی میای میگی فایده ای نداره این همش خرمالیه؟ ببین اگه مسئله مالیه که من میگم وقتی که کار زودتر تموم شد یه چیزی بزنم روش بدن راضیت کنن دیگه. آقا بگو زودتر تمومش کنن دیگه. تو الان یه ساعت فیلم برداشتی؟ نه 10 دقیقه است. 10 دقیقه است. اینو بگیر فقط دست به این فرکانساش نمیزنی یا اگه دست زدی صدا هم دیگه رو نداریم، صدامون قطع میشه. تو برو سر کوچه آماده باش، منم میرم دم راپله بالا میسم. برو اینم چیکار میکنی باید کرد. زنده داش راستی کار بده کردم. وا چه کاری؟ تدارکاتی دارم میرم خیابون رو نبندم. باری کلا به سلامتی دیگه شد. چه فایده با هیچ کنون به فکر آدم نیستید. هستم. یه کسی هم زیر سر دارم باسه. کیه؟ کار نداشته باش تو. تو برو بشست به کارت دادم بتون رو بندازه به مردم. پس بگو سینما کنم. آقای رش حواست کجاست؟ مگه نمیشنوی تو بیسی میگه کوچه رو ببند؟ خدا عزیزم. خیال را. نوکرت. خب اینم از این. الان عکس میگیره. فوت کن. تولد مبارک. ممنون عزیزم. ببر کیکو. زینگ صدای در. وای یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ عمت والا همه حرفا تکراری، همه فیلما تکراری. خب بره ببینه کی میتونه باشه. وا کات. خیلی هم خوب بود، آقا میریم برای پلان بعدی. آقا بشین پلان تو بگیر، این خوب نبود. بچه ها کات، خیابونو باز کنید. شما چی کار دارید؟ ایرج جان شنیدی؟ راه باز کن ایرج. آقا چرا وایسادی؟ برو دیگه. نکی من نمیدونی راه رو بستم. آقا سرته نرن که اون سرته دن خاموش کن صدا برداریه. امو بوغ نزن. ایرج جان بابا کار داری؟ یاد نزن صدا بیام تو فیلم. دوستان لطفا سکوت، خیابونا ببندید، میخواییم بگیریم صدا. آوا بیلا سلیمانی ببین چه خبر شده، یه نگاه بنداز ببین چی شده. جون آقا چشم، قربونت برم، شما بشینید. آقا جوان بیرون چه خبره؟ کی خیابونه بسته؟ ایرج داده شاه دانشی. ایرج جان آقایو خانوما لطفا ساکت باشین، الان فیلم برداریه. به من اطلاع بدن رو باز میکنم.
باید به من اطلاع بدن. فکر کنم دست زده به فرکانس این بیسیمه، چه خنگیه، کلی همش توضیح دادم. برو برو دیره، برو پای ببین چه خبره. کجا فیلم برداریه؟ جلوتر جلوتر. آقا یه چند دقیقه تحمل کنید، قراره به من خبر بدن. حالا راه باز بشه. جمع کن بابا. چی می‌ریم؟ مسخره کردی؟ راه باز کن بابا، کار داریم، من آژانسیم. اینا نمی‌ذارم بریم. ای برید، من کارمو از دست میدم. دیگه نمیتونم زن بگیرم. تو کجا؟ چرا نمیفهمی؟ اگه بدنی گیر باشه. کار داری می‌کنی دیوونه. به خدا نمیذارم بری. دیگه نه؟ تو به من نگفتن هیچ که حق نداره حرکت کنه. من شو ببینم چه فیلم برداریه. چه آشی چه دیگه, دیگه نمیتونم آقا بابت کنم. بیرون بفرستی، بیرون بفرستی. ای بابا چه خبره؟ آقا اصلا فیلم برداری نیستش، همه توهمه. آقا اینا شیشه میزنن نمیفهمن چی کار میکنن. آقایو بلنشی میای کمک بزنی به کنی کنا. بلم کن، همین تو هیچ نگفتم. بلم کن، بیا بلم کن. ای خاله ها، خاله ها، خاله ها، اصلا بزن، خاله ها، خاله ها، خاله ها، خاله ها. سلام آقا جان، دیگه این آشو بردم همه دلخوریار بذاری که حلال اون کنی. آقا تو منزل تشریف دارن؟ بله است. بهشون اطلاع بدیم بنده به صاحبخونتون اطلاع دادم. چیو؟ این که بدون اجازهش خونه‌شو دادیم به این فیلمبردارا اجاره. محسون جان اینو بیا ببر بر. چیه؟ کار خودتو کردی پیری؟ بزنم صدا بدی؟ میدونی چی کار کردی بابا ترزایی تو زندگیمون؟ دستی تو بکش. علی مردی که بارن چی بیاد اینجا میتونه همه شکایت کنه. من با اینه که تو خونه من چی کار کنم؟ فهمیدی من چی کار کنم؟ مگه قرار نبود یه مقدار حق سکوت بدی من کارم را بیفته؟ ندارم لامصب، ندارم. اگه نداری پس چرا هاتم بخشی میکنی؟ همه یه ساختمون شارژ این ما مهمون منن. آقا اینا هنو دارن کار میکنن تو خونه ما، تا کارشون تموم نشه به من پول میدن؟ نه پول میدن؟ من باید چی کار کنم؟ اون مشتری که آقا سعید بنگایی آورده بود ظاهرم پسند کرده، داره خانومش میاره، انقریب خانومه بیاد بپسنده اینجا قلیومه میشه، اون وقت آخر عمری من و این بچه خودمون رو زار زندگیمون وسط خیابونی. من چی کار کنم؟ آقای پاژن، مگه این ساختمون مدیر نداره که شما سر خود زنگ زدین به صابخونه؟ چرا نداره خانوم؟ معلومه که داره، اونم یه دسته گلی مثل شما. بنده غلط بکنم به کسی زنگ بزنم؟ دروغکی گفتم، الکی گفتم ایشون به صرافت بیفته یه فکری به حال من بکنه. اومدم. آقا اگه من یه کاری کنم اینا اینجا رو نپسندن چی؟ چه فرقی میکنه؟ اینا نه یکی دیگه. نه یعنی یه کاری کنم هر کی بیاد اینجا رو نخواد. یعنی چی؟ ای خدا. خانم بلوری یه زحمت میکشی محصول ما یه چند دقیقه خونه شما باشه. حتما. ایرج ایرج به دست کتا بسید بزنمت. بلنشی بلند شده که؟ چه شده؟ هر کی زدتت میزنیش. چی داشبی مونده؟ چه من چه داشبی؟ اوه چی هر هرچی فیلمو سوزوندم. آفرین، پس کتک نمیخوری وای میسی حقتو میگیری هستی؟ موکرتم برم بخوابم. آی اول فرض یه فیلمم ندیدم. کفتر مالو چی کردی؟ کدوم کفتر؟ کفتر تو خیزی پرسی هر کجا برای کدوم کفتر؟ من کفتر کردم. کفترت مامای مامای کفتر کاره چی؟ خوش بزار خوش بزار. ای خوار مادرت غار، ای خوار مادرت غار، ای خوار مادرت غار. نزم زد تو صورت بار، زد تو صورت بار، زد تو صورت بار. تو بار تو سیگار کشیدم. آقای دامی، 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 آقای دامی
نریزم ول نمیکنم. آقا جونو برداریم بره نیجا دیمونه خونه از آقا سعید. این مشتری نیار اینجا نمیبینی مگه؟ من نیجا اینجا نمیذارم کسی بیاد بره. آره سقف اینجا رو سر تو خراب میکنم. بسه دیگه تمومش کن. این چه وضعی درست کردی؟ چه خبر آقا؟ ما آسایش نداریم تو ساختمون، مریض داریم، زشته به خدا. گات این فیلم برداری بود؟ خب آقا از قبل به ما خبر بدین دیگه. اسگری برو بابا. آقا بفر بسرشو داره برده. این مسخره آمده. چرا میگم بزن نمیزنی؟ داهشو انگاز چی بزنم؟ و حلکی بود دیگه. هم کن بابا. باش باش برو بخو. چی کشیدی؟ چیزی نکشتم که. گفتی یه نقص سیگار کشیدی. آره من اوکی گفتم. آقا ای مشی بابا چلاخ چلاخمون کردی. یه پای بزن کارم تموم شه. بعد چقدر میشه؟ قابل نداره. 50 تومن. 5 تومن؟ 50 5 تومن مات میدن. بفرما. خوبه؟ نه هنوز نه نه. ای بابا الان ببین الان. آه خوبه دستش نزن گرفت. آقا سلیمان ما آماده ایم. اما شما تو رانده ها فقط منو میبینیم. بچه حله چراغ رو ببرید. چشم آقا میدونم تو اونجا رو بلدی. تو مقاضی رو بلدی. آقا امویده من همی الان کرک اومدم. چرا فکر کنی من بیشتر میفهمی؟ گیریم برو دیگه. بابا من میرم ایده از زودتر. 10 نمیام. خودت میدونی شیرینی فروشی کجاست؟ آقا بخش این خانم ما رو ندیدی؟ چرا؟ تو اتاقه. بفهم تحویل بگیر. مالش میکنی دیگه. آقا شما هرس نخور. روزا من تلاشم بکنم. یعنی چی این درست نشده؟ من خوردم. آقا جون من از تو میخوام. وظیفه کی بودیم که کنه گرده؟ مدیر صحنه کیه؟ بیا. من تو یخچال گذاشتم. نه 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 مدیر صحنه کیه؟ منم یا تو؟ آقا نمیتونستم با خودم ببرم خونه که. یعنی چی کارو تعطیل کنم؟ تو نمیتونی وسایل رو نگهداری؟ زشت داره نه. چیه برای دعوای صبح؟ بابا تموم شد رفت دیگه. از حرفش نزن دیگه. چی نگو صبح من نبودم. این کیک اینا که توی یخچال بود که تو نخوردی که. نه منم همین رو گفتم. گفتم که این آدم نخورده که حیوان خورده. گشنم بوده خوردم. چیه ای هر چی که هستش تو با بخوری. کیک واسه تو بوده که خوردی. این واسه تو بوده. اینقدر کیک بوده دیگه. حالا همه ناراحتین. اینه ببر بابا ببر اون بعد. بابا من خوردم. بگین چقدر شده اون پولشو بدیم دیگه راحت شما برسیم به کارتون دیگه. آقا اصلا بحث پولش نیست که. چیه؟ کیکی راکوردی بود. کی بود؟ راکوردی. آقا اینجوری گندش نکن. من خودم ره بره اینا میگم راکوردی. آقا جان ما دیشب از این فیلم گرفتیم. الان ادامه همون صحنه دیشب رو باید بگیریم. باید همین کیک باشه. همین شکلی همین اندازه. این یعنی اون چیزی که شما خوردین. آقا اسم که متوجه نیستی. من نمیدونستم. ما رو بگو داریم با کی صحبت میکنیم. پس کار تعطیله تا کیک بیاد. تعطیل معطیل نکن آقا بسر. اجازه نکن. ایراد نداره. من خودم واسه تو یک ساعت درست میکنم. عینم بهتر. چه جوری؟ وسیلش گرفته بودم واسه تولد تو. من خونه بلوری. آخ ما خودمون فر نداریم. بیا تو هم بیا دیگه. نگار جون اینو بده بازیگر. من میرم کمک کنم جون. منم بیا. نه. جناب آیدا. آقا جون کارگردان اومد. زهی. دوستان لطفاً بیارین سر صحنه. آقا اومدش. ها؟ من نگفتی خارجه. خب الان کجاست؟ آقا میپیچوندیش دیگه. میگفتی این اصلا نیستن. دوستان لطفا صحنه تولدو بچینید. ماشینش چیه؟ آقا سرشور اومدن. آقای اینا سلیمانی هم. آقا کیکه همه هنگ شدش. برای شد برن خونه همسایه. الو ایرج. ایرج ای بابا بیسیم بیسیم جانم. ببین این صابخونه داره میاد اینجا. ماشینش تویوتا هست. شکلیه؟ چیز دیگه آبیه دیگه. یا آبی الان یا آبی پارک کرد اینجا. کوپا من چرا نمینمش؟ یا سر کجا واسده داره بیاده میشه. معطلش کن. معطل کن. باشه حساب خونه ما داره میاد بالا. خب چیه؟ خب نمیدونی اینجا فیلم برداریه که. من چیکار کنم؟ مگه میفهمن این چیزا رو؟ بهت میگم این فیلم با نور کم زیاد هر جوری باشه میفروشه. آقا سود ببخش. این صابخونه ما داره میاد بالا. نمیدونی اینجا فیلم برداریه. بیاد من چیکار کنم؟
خب ما باید چیکار کنیم؟ آقا منم همینو میگم. نه من نوکر همتونم. من میگم شما یه 5 دقیقه بچه‌ها بگو استراحت کنن. این چراغا رو بیارن تو در پیکر رو ببندیم. یه چای دور هم بخوریم. میاد میبینه نیستی میره دیگه. شوخی میکنه. نه تو جان نمیشه این چراغ منو خارج کنه برده. آقا این اگه بیاد بالا شکایت میکنه هم منو میندازه بیرون هم شما رو. آقای دست بچه ها دارم وسیله جمع میکنن سابسیده بیا برونم من تموم حتما نکو بابا گیره کاری نداره بذار بیرون جمع سفوزی دیگه دارم اگه خری که نفهمه سه طبقه کابل اومده بالا بگی ببینم تا جاش جمع نکردین هنوز گیره چی کابل چیکار کنی پس چرا وایستادین؟ چگاه کنیم؟ کی پایینه؟ آرسس قد کن کابلو آرسس کابلو بکن آرسس کاب کابلو بکن الو کجا میری؟ کابلو جمع کنیم مگه تکی میتونی؟ بابا بیا بریم تو ولش کن همه با هم میکشیم بس میگه بیا بریم بکشیم بکش من تن نکنیم نکشید آقا کاب گیره پاره میشه دکش آقا ول میکنه دیگه پاره میشه خانمم پشت بیکار نباشم بیام مستر ایرش ایرش کابل یه جا تو رو گیر کرده بوده آزادش کن اینجوری نمیشه شم گل پرمانش کن تابش بده تابش بده لیزه مواظب باشید خسته نباشید خسته نباشید اسب شما برای این خونه ای؟ نه بس مال اون خونه اینا خونه نیستن؟ چرا هستن با یه لشکر آدم نشستم منتظر شما حرفا میزنید وای پول نمیخواد بگو همین خواهر رو باسه روش بگم اینجایی برتو این کارو چی؟ تولد اینجا برتو تولد ببخشی کسی اینجا نیست اینجا بود دیگه شما با چی کار داری؟ نه من بکنم طبقه رو اشتباه آقا دیدین گفتم اینا نیستن؟ خیلی خوب میخوام آقای پاژنگ بگیم اومده چه خبری به ما بده هنوز هم ایشون مدیر ساختمونه نه آقا دیگه کی به اون گربه باز مدیریت ساختمونه میده شما تشریف بریم من خودم بهشون میگم بفرمایید آتا بیا بیرون رفتش رفتش دیدی یارو چه شکلی بود بابا این دیگه کی بود نمیشه تو چشاش نگاه کرد اون بهتر تالا نهیدیش
این خودش نگم کنین از خودش خیلی خانومه تو خیلی هنرمندن یعنی نوش جونت آقای دانشی هرچی خوردی که این اولش ماشاءالله خانم دانشی به افتخارش بزنی کف قشنگه رو خب دیگه کیک هم آماده شد بریم سعی تولدو بگیریم بله علی رضا بریم چی داریم غیر از کیک آقا یه لحظه وایس من کارم تموم بشه علامت میگم بچا چراغا رو ببریم بیرون همون نور دیشبی رو بچینیم چشم آقا چشم بفرمایید این ماشین مسابقه ای هستن خیلی تون میرن یه دستی میکشن میچرخن دور خودش خوب اینه اونا دورت بگرن شبکه ادامه برو تو برو تو بچه نمیرم به تو تو خواب نداری بیا 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 خب شب من خیلی بدم میاد که تو دروغ میگی چی؟ هم دیگه قرار نبود دروغ بگی دیگه به کی؟ هی هر دفعه گفتی که من بسام خونه اینو میگم هی هر دفعه گفتی خیلی خوبه آقای ما اینجوری رفت گفتم میگم دیگه آره شما بذار این با ای چی آقا بیا پایین بابا ای خب چه خبره بشین داریم پنجره نور میدیم بشین آقا بشین آقا سایت میفته ای بزنی سری راه بندازید بریم دفتر دفتر چیکار ماشین باید بره انبار خالی بشه بعد بره دستور حاجی مدوی جان ما که کاری نیستیم حاجی بابا بچه‌ها خستن آخه چجوری بره اول دفتر دوباره کاری همش دیگه ما خودم هم کمک می‌کنم حاجی میگه دیگه کم دوباره کاری نکردیم که بابا بس دیگه نیستش ایوه چیز شد تمام شد دیگه چی؟ همین فیلم برداره اینا رو میگم خسته نباشید پول ما چی میشه انشالله؟ پول؟ آدرس دفتره که داری؟ آخر هفته بیا این بابا هم خودش تایید کننده هست هم کارگردان میگم چکته بکش کچی فعال عشقه میگم فقط این داشتم رو حواست بهش باشه دیگه من دادا چیزی گم کردی؟ پیدا میشه چیزی گم کردی من سونو بگیم خندونه جایی زنبوم شده نیستش میخوایی من هنه خانم بیان کنم ای میگم صحبت میکنم دیگه ای میگه ایرش بیا برو پایین وقتش نیستش چه؟ اوی خندونه جایی زن نیستش خب حالا پیدا میکنیم خندون ریز خشنگ گل ریزه نیستش پیدا میشه دیگه یه نگاه میکنیم ببینید تو ماشینی ماشین که الان بار زدیم که اینا رو میبریم دفتر خالی میکنیم میگردیم پیدا شد بهتون میدیم خب با همین دوست کارتون اینجا رو بگردیم ما رو قندون میکنیم آقای در تمام شده برم اینا رو آقای این قندون جایزیه خانم ما رو نگاه بکن قندون جایزی هم نیست چیزی نیست میگم اقیه اونجا اشتباه نشده با جامونده باشه نه آقا جان ما اینجا دوز نیستیم زحمت میکشیم زحمت نه این حرفا کدومه بابا من دارم میگم یه موقع جامونده باشه اون تو داداش نه آقا جان من اشتباه نکردم شما منظورت اینه که من دزدم آره من دزد نستم اصلا میدونی چیه دزد شمایید دزد شمایید که دارید پوله آنچنانی میگیرید از این فیلما فکر کردی خبر ندارم ماشین دارید خونه به این بزرگی دارید بعد خبر که ندارید مردم تو جای کوچی دارن گرد میخوابن اصلا میفهمی گرد خوابیدن یعنی شمایید که دارید تمام شیر میگیرید بعد بچه من شیر ریست بخوره پس دورک تو درست نستم اگه خواهد بر سرتون که هرچی حق ما رو میخورید بازم سیر نمیشید بچه ها آقا من مزارت ببخشید برم قندونم رفت خب الان این برگر رو میذاری جلوی ما پول میشه؟ خودت امضا کردی قرار دادو غلط کردم والا آقا مگه شما نگفتی هفته دیگه بیا پول تو بگی چک ما رو بنویس بریم دیگه گوش نکردی چی گفت پول نیست بیا اینجا بیا اینجا دیدم اون آقا بیا اینجا چیه چشمتو باز کن ببین نوشته این بند منوط به پرداخت فلان ارگان در تاریخ فلان وقتی که پول ندادن من از کجا بیارم من چی کار کنم من همه کار کردم هر کاری بگی کردم که اینا قفل بهش بزنی غیر اینه خب. شما بعد چیکار می‌کردی پول ما رو بدی گو برو بگو پول من بدید به اونا چی کار دارم؟ به خدا شما از همه بدترین فقط حرفشو میزنین نمیدونم چی چیه کارگر فلان آهنی خیلی خب دیگه یه دقیقه بیا اینجا بشین من درستش بکنم بیا اینجا بشین تو خودت امضا کردی؟ قبول دارم بیا اینجا بشین من حلش میکنم بشین آروم باش تو چیزی رو دست ندادی که تازه خونت هم معروف شده فیلم بعدی هم میخوام بیام اونجا اینو من رو حرف شما حساب کردم عزیز من تو مشکل جای دیگه است برو سراغ اون چرا همیشه باید اون صاحب خونه باشه تو مستاجر
چرا باید اون سواره باشه تو پیاده که اینجوری تو رو تو منگنه قرار بده؟ برو حق تو از اون بگیر. این قندون ماست. ای وای ای وای، انقدر سرم شلوغ بود فراموش کردیم برات بفرستیم. این گفت که برات از ارگان باید پول به ما بدن. یه ما فرصت بده طوری نشودم. گلی گلدان گلی بار دوان گلدانی. ای قندون شیزیم به خود شکر من گفتم دست ایناس پولم ریختم به حساب. بهت گفتم من نمیذارم این پولا بیاد سر سفرم. ای بابا حالا کی میخواد بیاره سر سفره خانم؟ این یه راست میره واسه اجاره خونه دیگه. نه تا وقتی که باقا ابتاج نگه خونه شده دو به اینا این پولو در آوردی رضایتشون از دیگه حلال نیستش. ببین اتاجا من نمیذارم بچه‌م با این پولا بزرگ بشه، پس فردا میخواد دوز بشه بره پول مردم بدبخت و بخوره، لعنت 70 میلیون نفر آدم پشت سرش بشه. حالا کو بچه بابا خیلی اتفاقا یه حسایی هم دارم برسوندم این ساختم پزشکان. عطا جان اینجوری نباش دیگه، بچه خودش روزیشو با خودش میاره. خدا بزرگ. من برم اونجا پارک کنم میام. نمیخواد، من خودم قدم زنی میام کنم. خب برم یه تخت خواب ببینم قیمت کنم برای بچه بلم چشوری. حرف زیادی نزن داری دیگه زیر مفت میزنی ها. هر چیگه مگه نگفتی هفتش دارم پول به من میخواستی چشک کرو پول به من ببینی چه غلطی داری امضا به من من باید دستاره به خدا توی خونه رم تو پاچه ما کردی. الازار میاد تو مرد برای تو جوده خاطر بذاری بیرون یا نه بیرشون تو برای چه در باز گذاشتی؟ نمی کنم آقا جو نمی کنم. آب بخور خب لطفا اینجا رو فقط نگاه کنی نفس نکشینا. حالا بکشی نفس بکشی. خیلی خوب شد. مهناز خانم میخواستم اگه زحمت نباشه یه دونم دو نفری با هم بگیریم. بله نه نه منظورم با بچم آدولف بود. میشنسینش که بگیرش بالا. آقا پاشن آقا سیامک منظر تشریف داری؟ آقا وایسا درد نشه بذار خوشه بعدم درد شد. سلام آقا ببخشی شما از آقای پاژنگ خبر داری؟ نه چطور اگه؟ قرار بوده یه خبر بده به ما. حقیقت من چند بار اومدم در خونه مستاجرمون نبودم، همسایه‌ها میگن هستم ولی من نمیدونم چرا جواب نمیدن. ای تلفنشو نداری یه زنگ بزنمش؟ زنگ میزنم بوق آزاد میزنه. البته یه چند وقتی هم من خارج بودم شاید شماره منو نمیشناسن. چه خبر بوده خارج؟ درس میخونم. اه؟ درسی چی؟ یه پروژه تحقیقاتی دارم تأثیرات غیر مستقیم رسانه ها. البته هنوز مونده باید برگردم. اتفاقا منم دارم دکترامو میگیرم، دکترای اختلاف طبقاتی در سطح شهر. کدوم دانشگاه؟ غیر حضوریه.
ما نشستیم پشت فرمون خودش برقون. برای چی برگشتی؟ اومدی اجاره رو جمع کنی بری اشغال؟ نه پسرم، ما فقط همین یه خونه رو داریم. فهمیدم سر خود اجاره این بنده خدا رو زیاد کردم، اومدم بهش بگم هر چقدر در توانته بذاری کرایه، همین، که اونم جوابمون رو نمیده. خاک بر سرش. و برای چی در ما نمیکنه؟ نمیدونم، شاید از ما دلخوره، بدش میاد. یه در دیگه بزن. آقا نه دیگه، یه چند دقیقه صبر میکنم، اگه نیومد میرم. به خدا خوب خرشونسه، صابخونه ما بی پدر خدا تو من گشته رو اجاره. طرف که میگم صادرات کل مرغ ایران دستش، گیر چندر قاز پول ماست. پسرم صدای دهل از دور خوشه. اتفاقا چند سال پیش هم ما یه جوجه کشی کوچیک را انداختیم، یه روز زد و دستگاه اتصالی کرد و دود شد رفت هوا و همین سادی. بس چی؟ چه میدونم، کارشناس بیمه اون موقع گفت تعمیرکار جنس آشغالی انداخته به جای جنس اصلی. ای بابا، جای شکرش باقیه که بیمه بودیم. بیمه؟ بیمه خوبه، ما دفترچه بیمه‌مونم نمیتونیم تمدید کنیم. تمام دندونام خرابه مهندس، انقدر آب نمک قرقره کردم شدم بلا. روزی سه وعده دارم کار میکنم تا خرخره تو قرضم. زنم بار داره، داشتم داره زن میگیره، جا نداره، اومده پیش ما. خدا شاهده پول نداریم که تخم مرغ بخریم. بعد این اومده تو این خرطو خرید، اجاره خونه ما رو سه برابر کرده. عجب صابخونه نفهم دلسنگی داری. دلم میخواد با تیزی برم سراغش. نه این کارا به شما نمیاد. مگه لباسه؟ یه میره تو شکمش دیگه. فراموش کن، پیداش کن باش حرف بزن. حرف حالیش نیست، فقط پولو میشناسه. بازم باش حرف بزن. مهندس من ترم آخرم، من طرفو ببینم میفهمم چی کار است. شناسنامشو باطل میکنم. پسرم دوره این حرفا گذشته، این حرفا مالو تو فیلمه، مگه شوخیه؟ شاید ندونی اوناییم که مثل تو فکر میکردن الان گوشه زندون دارن آبخونک میخورن. اگه فکر خودت نیستی فکر زن بچت باش. خیلی مردی، یکی مثل شما لوتی مشتی، به خدا باید یه پاتو ببوسه. یکی مثل ما شالا درست میشه با اجازه. شکریم آقا، قبل اینکه بری یه بار دیگه در بزن. میرم سراغ خودش. خدا آقا عطا، آقای دانشی، ابتهاج هستم، صابخونه‌تون. اگر هستی محبت کنید بیاید بیرون.